روی خطن، اجازه بدی ایشون رو بگیرم، بعد در مجموع از جناب عالی میخوام به ایشون پاسخ بدید. سلام خانم، بفرمایید. درود بر شما و بر مهمان شما. من میخواستم بگم که مهمان گرامی شما فرمودم که اسلام یک مهمان در ایران من، باید بگم که اسلام یک اشغالگره، یک مهمان نیست. و ما مردم ایران شجاعانه قرنهاست با این ایده شیطانی جنگیدیم. تلفن من رو قطع نکنید. پشت قضیه اسلام اهریمن ایستاده، پشت قضیه اسلام بدون هیچ تردیدی شیطان ایستاده. محمد مبعوث شد برای نابودی ایران و حالا برای نابودی جهان این آیین داره اقدام میکنه. جهان در آستانه جنگ جهانی سوم و یک نبرد اتمیه، نبردی که در اون کره زمین از بین میره. این نتیجه اون درختی است که 14 قرن پیش شیطان توسط محمد در شورزار عربستان کاشت. مردم ایران خوب جنگیدن، از رستم فرخزاد تا فریدون فرخزاد ما برای مبارزه با اسلام خون دادیم. نبرد بابک خرمدین هرگز تمام شده و شکست خورده نیست. نبرد بابک خرمدین یک نبرد ناتمامه. به امید خدا و به یاری خدا مردم ایران در این قرن و حالا این نبرد رو به پایان میرسونن. من فقط میخواستم بگم که ما جوانای ایرانی داریم میجنگیم. درسته که یک وقت ما ایرانیای داخل رو به کمکاری متهم میکنید همیشه تو برنامه هاتون و این خیلی دردناکه برای من زن ایرانی که 20 ساله دارم با شیطان میجنگم، اون هم با چی؟ با موی سرم، با لاک ناخونم، با این چیز من دارم با شیطان میجنگم. این برای من خیلی دردناکه که بعضی از مهماناتون میان میشینن اونجا و انگشتشون رو به طرف دوربین تکون میدن و میگن خلایق هر چه لایق، نه من لایق حکومت اهریمن نیستم، 14 فرد مردم ایران نیستن و خوبم جنگیدن. حالا چه اون اجداد من که با شمشیر جنگیدن مثل بابک خرمدین، چه کسان دیگری که مثلا شب قدر و شب نزول قرآن عزا گرفتن زدن تو سرشون گریه کردن، من بهشون احترام میذارم. چه کسایی که محرم 10 روز اول محرم اول سال اعراب رو عزا گرفتن، تمام اینها بهانه‌ای بوده برای عزاداری در نزول قرآن. مردم ایران نبرد رو تمام خواهند کرد. مردم شجاع ایران که در تمام ماه رمضان روزه خالی کردن در خیابان‌ها، این نبرد رو تمام خواهند کرد ولو اینکه تمام دنیا نابود بشه. البته این اسلام، من فقط به مهمانتون یادآوری میکنم، مهمان نیست. اسلام یک اشغالگر، یک نابود کننده است، یک ترمینیتوره و یک ترمینیتور هم میخواد که تمومش بکنه. و در این قرن به یاری خدا نام این آیین اهریمنی رو به طور کامل در ایران و جهان نابود خواهیم کرد. متشکرم، خدا حافظ.